که تقیده کنم یک قسمتش هم شب انتخال دارم دیگه رایش در اتاقم برای من $20,000 تیار تو میلام هسته دیگه اما بدنش هسته دوزه هم آدم گفت ماما دیگه برادرم زده چطر قرب رحمانه تور و کارد از چی آوردم از یه کدوم اتفاقا یه شارکش خورد خون ریزی زیاد داشت تصفان از بین رفت من تصمیم گرفتم که یه از خانه خارج کنم عبدالله محمد حسین همسایم بود در دکان پیسه میده می آوردم پیسه میده دهی بیستی یا پنجایی باز از طرف شام پیسه کلان می گرفت می گفت من روز بعدش دلار می خرم باز در تفاوت سودا می کنم کارش همی بود 20,000 ازی گرفته بودم باز گفتم که شاید دیگه شو باز من تو رو پیسه کلان می محمد حسین شاید گفت که ماما مفقود شده بود در جرجان مثلا نست نیه کشو هست نیه نو بجه شو بود که برای من زنگ داد برادر دیگه می که در خبر نداشت که گم شده در خانه است در خانه ما در چارایی چیز استادگاه نانبایی می شنیم یا در چارایی نوروز است و زنگ زد ما اینجا رو گشتیم دیگه نبود شب تا یک بجه شب پالیدیم چپاخانه زنگ زد شام که پیسه به ما بیار باز من گفتم من در خانه هستم از شریکم بیر باز گفت خواسته است باز چند دقیقه بعدش زنگ زد گفت که شریکی میگه که حساب کتابش امرای خودش هسته تو امرای خودش حساب کتاب کن من زنگ زدم برش که بیا در خانه بیا اگر سری کار بودم زنگ زد برادر از یک ماما تو یک روز زود دوزه بیا چون قضیه چه گفت تو در اوزه بیا باز ما با جریان قصه میکنم هیچ باورم نمیشه تا زمانی که بازم دوباره یه آدم برای از ما تلفن کرد محمد حسین پیدا شد خانه یک نفر قرض داره یه آمد در خانه 9000 چند داد 9000 چند که دادم گفت تو مرا وعده کردی که باید دو بگاه یا عرشه و باید پیسه به ما برسن همین تو جنجال این طرف که مرا تلا کرد من این طرف آمدم در دو از دالش در طرف شپس خانه قرض دار شده گرفته یالی دولت گرفته حوزه گرفته و نو اقرار کده که در خانه ما اما ما یه نمیره نمیره قم زدیم اما میشه و این کار شده بود امرای خود تصمیم گرفتم که موضوع رو چی رقم عمل کنم فیسبوک ساخته بود در نام بیادری وزمی فیسبوک بر 5 دقیقه روشن میکرد پیام میداد که بیادری جور تیار است بر ما $20,000 تیار کن میلام چند از بعدش باز گفتم موضوع اختطاف جلوه بدم که محمد حسین گم شده باز تقاضای پول کردم که اول 20,000 باز من که گفتم ندارم ما پیسه نداریم یک خانه داریم و نمو سودا اونم $14,000 سودا کردیم ما یه نمیره نمیره قم زدیم دیگه یه رو کشت نمی کردیم ما گفتم همی تو با آسانی کشتیم کار دیگه میوخوری های این قدر کسی بسار پلور تیز است پیش آمد من زیادتر میخواستم بیر ترسانه میرم یه کدوم اتفاقا یه شارکش خورد خون ریزی زیاد داشت تصفان از بین رفت من تصمیم گرفتم که یه از خانه خارج کنم یه من نمیفهمم که چی رقم برده دوا داده بیوش کرده چی رقم یه گفت بیا که مثلا دیگه حال او پیدا شده ما خیال کردیم که آدم هسته دیگه اما بدنش هسته دوزه هم آدم گفت ماما دیگه برادرم زده چطر قرب رحمانه تور و کارد از چی آوردم از اما کشتارگاه مرغ که ما مرغ می آوردیم خلطای چکا که خون بیرون نشد از آوردم بویجی هم خریداری کردم از دکان باز پس خانه که آوردم بازی دمام بازی قطع کردم یک قسمتش هم شب انتخال دارم دیگه رایش در اتاقم در بکس لباس جوی بجای کردم بعد از دور که کلگی در خانه خسورم رفت بخاطر مسائل ایدی باز من از طریق موتورسیکل باز امار جای بچه چی انتخال دارم جسد کلیگش رو سایه آخر 20 متره در حین گرفتن پول
از طرف امارت اسلامی مجاهدین حوزه 13 دستگیر شد. یو کس کرونا را له حوزه ته عریضه وکړه چې محمد حسین ورکړه. به دغه زمونږ د تعقیب لاندې ونیوله تر هغو چې ټوله قضیه برملا سوه، ښکاره سوه. بیا دا قضیه د مونږ د جنایي مدیریت د ملګرو د تعقیب لاندې وه، تر دې پورې چې سلسلتاً د څو ورځو نه وروسته د کمپنۍ په ساحه کې عبدالانه مای گرفتاره سه او په خپل جرم هم اعتراف وکړه او ابتدایي دوسیه یې دلته ترتیب شوې ده او نور به انشاءالله عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کېږي. از دولت اسلامي، از حکومت اسلامي تقاضای از مو یې نمیده ی آدم به کیفر عمل گرفتار شد. ایره به طبق قانون اسلامی باید اون رقم محاکمه مونه، ایره تو مونه دار میزنم از ماست به پیش چشم ما باید مو باشم بوزیم. صد پسد هم کاری کردن دیگه، شب و روز دیگه دمی چند عبد روز دویدن خیلی دیگه دیگه ما خود دیگه از اینجا نمیدم مجاهدین حوزه 13 بود پیدا کرد دیگه نه پیدا نمیشه. په دغه سیمه واردو کې کدی حوزه اوسیدونکو ته کوم مشکل پیخ مخترازی او پیخیږي، د قتل موضوع یا د غلا یا د اختطاف موضوع، نو د ټولو نه اسانه شمیره هغه سل د قمندانۍ شمیره ده او یو سلونونه ستي پولیس عمومي شمیره ده. او په څنګ کې بیا د مونږ د حوزې نمبرونه هم په ساحه کې شته، نو انشاءالله سل شمیرې سره اړیکه ونیسي، یو سلونونه سره یې ونیسي او یا د حوزې هغه نمبرو سره چې مونږ په خپله ساحه کې توضیح کړي دي، د خپلې حوزې مربوطه ساحه کې انشاءالله مونږ به په اسرع وخت سره ورته رسیدګي کوو.